امروز جلسه استماع بود، امروز قراره که محاکمه برگزار بشه. چه خبرهایی داریم؟ ریحانه، ما مقابل دادگاه ماجیستریت یا دادگاه صلح وستمینستر هستیم در لندن. جلسه استماع در واقع پرونده محمد حسین دوتایف اینجا قراره که امروز سر گرفته بشه. دیروز این جلسه استماع به تعویق افتاد به این دلیل که یه سری الزامات قانونی لازم بود که فراهم بشه. همینطور به این قاضی گفتش که او باید وقت داشته باشه که با وکیل خودش بتونه مفصل‌تر صحبت بکنه، و دلیل دیگر این بود که در دادگاه مترجم زبان روسی حضور داشت، او در دادگاه به زبان انگلیسی صحبت نکرد. امروز قراره که مترجم زبان آلمانی در دادگاه حضور داشته باشه تا ارتباط بین او و دادگاه برقرار بشه. همونطور که پلیس در بیانیه خودش اعلام کرده، او تبعه اتریشه، به زبان آلمانی صحبت میکنه، حدوداً 30 ساله است و احتمال میره که اصلیتش برای یکی از در واقع جمهوری های مسلمان نشین روسیه باشه. نام او هم نام اسلامی هست و میگم به زبان روسی دیروز در حال صحبت بود. بر اساس قوانین بریتانیا او میتونه تا 6 آوریل که میشه اواسط فروردین ماه در بازداشت پلیس بمونه و احتمال میره که دادگاه او در واقع در 2-3 آینده اینجا در بریتانیا برگزار بشه و بعد ببینیم که در واقع چه اتهاماتی رو دقیقا به او وارد میکنن. تا جایی که در واقع بر اساس بیانیه پلیس ما میدونیم، او در واقع به جرائم مرتبط با تروریسم و عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران اینترنشنال و کارکنان او در واقع متهمه و اطلاعاتی رو جمع‌آوری می‌کرده که ظاهراً می‌تونه این اطلاعات رو می‌تونسته به کس دیگری منتقل بکنه برای انجام در واقع همین عملیات تروریستی علیه ایران اینترنشنال. در ماه‌های گذشته هم همونطور که در واقع خیزش انقلابی در ایران شدت گرفته و ادامه داشته، تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و خبرنگاران ایران اینترنشنال هم شدت و افزایش پیدا کرده. در آبان ماه 2 از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال، پلیس اونها رو مطلع کرد که سپاه پاسداران تهدیدهای جدی رو در خاک بریتانیا علیه اونها و خانوادهشون میتونه در واقع ارائه کرده و اونها در خطر جدی قرار دارن. ما میدونیم که سال گذشته هم بر اساس در واقع اعلام مقامات اطلاعاتی بریتانیا دست کم در 10 جمهوری اسلامی تلاش کرده که شهروندان بریتانیا یا کسانی که در خاک بریتانیا حضور دارند و از مخالفان جمهوری اسلامی هستند رو یا بکشه یا بروبای در واقع نخست وزیر بریتانیا، وزیر خارجه بریتانیا اصلاح میکنن. وزیر خارجه بریتانیا آقای جیمز کرولی هم در مصاحبه هایی که پیشتر داشته به این موضوع اشاره کرده که روزنامه نگاری آزاد و صادقانه و همینطور تهدیدها علیه شهروندان بریتانیا و کسانی که در اینجا زندگی میکنند رو دولت این کشور جدی میگیره. و حالا در ادامه ما از دادگاه گزارش خواهیم داشت زمانی که شروع بشه. حتما ممنونم ازت همکارم مریم مقدم، مقابل دادگاه ماجستریت وستمینستر لندن.